با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه فراخبر با من صدف امیری خوش آمدید. در این برنامه خواهید دید. معرفی فرمانده جدید پلیس بلخ با اوج از تنش‌ها میان عطا محمد نور و حکومت. در اوج از تنش‌ها میان حکومت و عطا محمد نور بر سر چگونگی معرفی جنرال عبدالرقیب مبارز، او امروز به حیث فرمانده جدید پلیس بلخ معرفی شد. مردم ما سخت از این مسئله نگران است. هر کسی در مقابل نظام در مقابل حکومت میجنگه، ما در مقابلش استاد میشیم. پس از ناکام شدن گفتگوها میان نمایندگان عطا محمد نور و حکومت برای تأخیر معرفی او، نیروهای ویژه به فرماندهی پلیس بلخ یورش بردند و اداره آن را به دست گرفتند. دیروز عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی گفته بود که مانع معرفی فرمانده جدید بلخ می شود. او این کار را در تضاد با موافقت نامه میان رئیس جمهور و خودش می داند. سرانجام عبدالرقیب مبارز به حیث فرمانده پلیس تازه بلخ جایگزین اکرم سامی همچون فرمانده تازه پلیس بلخ معرفی شد. او پس از معرفیش هشدار می‌دهد که هر اقدام برای بی‌نظمی بلخ را سرکوب خواهد کرد. اما این معرفی جنجالی باعث شد تا تیراندازی‌ها حوالی ساعت 2 بعد از چاشت روز پنجشنبه در نزدیکی فرماندهی پلیس بلخ آغاز شود. پس از این شلیک‌ها جاده‌های مزار شریف که منتهی به فرماندهی پلیس بلخ می‌شود بر روی رفت آمد بسته شد. باشندگان مزار شریف که در نزدیکی فرماندهی پلیس بلخ بود و باش داشتند از این رویداد سراسیمه شدند. بر بنیاد اطلاعات مسئولان شفاخانه حوضوی مزار شریف، در اثر این تیراندازی ها 7 نفر که 5 تن آن غیر نظامیان هستند زخم برداشتند. بر بحث بیشتر روی این موضوع آقای احمد سعیدی آقای مسائل سیاسی، آقای بهار مهر مشاور وزارت امور داخله و آقای اجمل بلوچزاده فعال سیاسی در بحث با من هستند. سلام بر شما، ممنون از ورودتان به برنامه. آقای مهر، وضعیت در بلخ چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بار سلام به شما و بیننده ها. سلام به شما. قراره که در گزارش شما آمد وضعیت در بلخ پس از معرفی فرمانده جدید امنیه ولایت بلخ، نیروهای ما به صورت عادی برای تامین امنیت در شهر حضور دارند و میپردازند. اما در تازه ترین گزارش که همکار ما کریم امینی از مزار شریف داشتن، هنوز هم صدای شلیک شنیده میشد. تازه ترین های شما چیست؟ اوضاع در مجموع در کنترل نیروهای امنیتی است. کسانی که شلیک میکنند کیها هستند؟ متاسفانه یک تعداد افراد مسلح غیر مسئول، همچنانی که در آغاز برای مقاومت پرداختند در بخشهایی از شهر و دست به اختشاش زدند که خوشبختانه پلیس به موقع تانست یارا تحرکاتشان را خنثی بسازد و یک جمع کلانشان را خل سلا و دستگیر کرده. متاسفانه این در بخشهایی از شهر ادامه داشته که پلیس توانست او را مهار بکنه و فعلا ما از امنیت شهر و از کنترل بر شهر به شهروندهای ما در بلخ اطمینان میدیم. تشکر از شما. آقای سعیدی، چرا معرفی فرمانده جدید بلخ جنجالی شد؟ بعد از سلام عرض ادب، خیلی متاسف هستم. ایواز از این که قوای مسلح ما در مقابل دشمن مکار، در مقابل تروریسم، در مقابل دشمنان مردم افغانستان بجنگند، در با در نظر داشت سیاست های ناقابل اندیشانه به خاطر منافع ملی نه بلکه به منافع شخصی، امروز قوات های مسلح ما روبرو میشن و خون یک دیگر را میریزن. خون ریختن قوای مسلح علیه یک دیگر خیانت بر منافع ملی هست. بنابراین بهتر می بود که قوات های مسلح ما در مقابل دشمن انرژی خود مصرف میکردن. این حرکت خود مصرف میکردن. آقای میر گفتن که یک طرف افراد مسلح غیر مسئول است. ما اشخاصی غیر مسئول اگر امروز پیدا شده باشن، آقای مر میگه نمیدونم، من معلومات کافی من ندارم، شاید اینا معلومات کافی داشته باشن یا نداشته باشن، ولی به هر صورت مزار شهری آرامی بود. میشد که آقای عبدالرقیب مبارز که بهش قمندان تعیین شدن، این از روی یک تفاهم به یک روی مصالحه و روی مصلحت حل میشد. کشور ما با تفاهم ضرورت داره. تقابل زور از مویی کشور به جایی نمیرسونه. در دراز مدت به نفع هیچ کس نیست، نه این طرف نه اون طرف. بنان ما هر دو طرفه به خیشتنداری، به صلح، به خودگذری دعوت میکنم. باز تکرار میکنم، هر کس چی اون طرف چی اون طرف
که زمینه این را آماده می سازه به خاطر دوام قدرت، به خاطر سیاست های ناقابت اندیشانه که قوت های مسلح ما با یک دیگر بجنگن و یک دیگر خود بکشن، خیلی ظالمانه است و خیلی سیاست ناقابت اندیشانه است. خواهی بلوزاده، این تفاهم باید چگونه صورت می گرفت از دید شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مهمانان عزیز در بسر بینده های عزیز تلویزیون شما. اجازه بدین که در رابطه با حادثه که امروز در بلخ اتفاق افتاد از بعد سیاسی به این وارد بحث شویم. استاد عطاب یکی از کسان است که امروز در یکی از تکت های انتخاباتی حامیش است و این تکت انتخاباتی بحث به اعتدال صلح را مطرح کرده و امنیت را مطرح کرده. در چنین وضعیتی که حکومت افغانستان قرار است که فصل جنگی جدید طالبان آغاز شود و آمادگی طالبان دارن به خاطر جنگشان در جریان است که در چند ولسوالی در بلخ همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم دشمن هم تحرکاتشان آغاز کرده بود، میخواستن که شورش ها و در بینظمی ولسوالی ها هم دسترسی پیدا بکنن و انجام بدن. به اول لحاظ صحبتی از وقتی که بحث سیاسی میشه و به لحاظ سیاسی صحبت های این بزرگوارا و کسانی که همواره در رسانه ها انتقاد میکردن میگفتن که اردوی افغانستان و نهادهای دفاعی و امنیتی ما غیر سیاسی باید باشه. امروز خوشبختانه در رأس وزارت داخل افغانستان غیر سیاسی ترین آدم و مسلکی ترین آدم قرار گرفته و فرد است که باید همه ما ازش حمایت بکنیم و اصلاحاتی که روی دست گرفته باید در کنارش باشه. به اول لحاظ وقتی که شما علیه یک کسی که آمادگی داره به خاطر گرفتن حکومت و قرار است انتخابات برگزار شود و از مسیر مشروع قدرت به دست بگیرن، امروز به قول میر صاحب که از افراد مسلح غیر مسئول استفاده میشه و این قوه قهریه را زیر سوال میبره و زیر پرسش میبره و ممانعت میکنه به خاطر تغییر و تبدیلی که به میان میه، طبیعی است که این تکت انتخاباتی و حامیان این تکت انتخاباتی احتمالاً انتخابات آینده را هم به بحران ببرن و تنش‌های ابتدایی را هم به نمایش میگذارن. به لحاظ دید من این است که خوب بود ما به عنوان تکت های انتخاباتی، به عنوان رقیبای سیاسی یکدیگر این مسائل میگذاشتیم سر جایش، انعطاف پذیر می بودیم. استاد عطا هرچند خواهش های زیاد داشت، در بعض از خواهش هایش رسید، حکومت تمکین کرد و بالاخره بعض امتیازات از دسترسشان سپرد، اما یک مورد شاید وزارت داخلی جدید، شاید رهبری وزارت داخلی جدید فکر می کرد که این اصلاحات اگر در بلخ بیاید به وضعیت جنگی کمک بکنه. این که شب پیشتر اعلامیه پخش میشه در بلخ که آمادگی داشته باشین، مردم همه آماده باشن، از ولایت های مختلف نفر خواسته میشه یا جنگ روانی هر کاری که هست و در عین زمان توطئه در راه هست، یاد ما باشه که ما بیشتر از این دیگه فکر کنیم گنجایش این که نهادهای امنیتی و دفاعی خود آسیب برسانیم، ضربه بزنیم، دیگه تحملش ندارن. ما همواره رهبری نهادهای دفاعی و امنیتی خود زیر ضربه گرفتیم، زیر پرسش گرفتیم، زیر سوال گرفتیم، اما امروز از یک طرف آمد طالبان، از یک طرف آغاز شدن فصل جنگی، از یک طرف مذاکرات مبهم سال، از دیگر طرف کلان شدن داعش و از یک طرف هم گروپ های خرد ریزی دیگه که مشروعیت، صلابت و اعتماد این نهادها را زیر سوال میبره، بر ما و شما مردم افغانستان و به حکومت افغانستان و به کسانی که امروز تلاش میکنن در یکی از کارزارهای انتخاباتی رقیب حضور داشته باشن و خانه تامین امنیت هستند که امنیت ما مساعد شود که ما بریم کمپاین بکنیم و کار بکنیم، از این لحظه اگر این غیر مشروع سازی این نهادها آغاز میشه، طبیعی است که تاوانش ما میپردازیم. فرض بکنید که این تیم اگر یک از تکت های برنده باشه، با این وضعیت وارد میدان میشه، با این شکرت ها وارد میدان میشه، قطعا مردم نسبت به اینها به اعتماد میشه و قطعا اعتماد خود از دست خواهند داد. با لحاظ ما بگذاریم بحث سیاسی و بحث مبارزات انتخاباتی خود یک طرف بگذاریم در زمانش، اما بحث حکومت، ثبات حکومت و دفاع از نیروهای امنیتی مورد در فعل و هم خلط نکنیم که آقای امیر، تغییر اخیر در ولایت بلخ به چی منظور صورت گرفته؟ اجازه بدین به مردم افغانستان و شما اطمینان بدیم که رهبری وزارت داخله بیشتر از این که فکرشی باشه که از با او رقمی که ادعا میشه که گویا استفاده سیاسی از تعیینات جدید صورت میگیره، اولویت کاری با رقمی که بلوچزاده صاحب گفت مسئله تامین امنیت، رسیدگی به مطالبات مردم و کاهش سطح جرایم و مبارزه با زورگویی است که امنیت مردم را، امنیت روانی مردم را و امنیت فیزیکی مردم را مختل میکنند و خلال میکنند. وزارت داخله باور داره که با تعیینات جدید نه تنها در بلخ که در ولایات دیگه همچنانی که شما در کابل شاهد هستیم، ما بتانیم برای توقعات مردم رسیدگی بکنیم و وظایف ما را به گونه درست انجام بدیم. ممنون از شما. پس از میان برنامه کوتاه این برنامه ادامه دارد.
به ادامه برنامه خوش آمدید. آقای سعیدی، آقای اتمر گفته که این یک تصمیم سیاسی ناسنجیده است. آیا واقعا چنین است؟ من نه به تیم آقای اتمر است و نه مدافع آقای اتمر هستم. اما میتو میگم که من در حالی که ما به هفته آینده سال نو و نوروز است و مردم بلخ مهمانداری مردم افغانستان و خارجی ها است، بسیار خوب می بود که ما حوصله میکردیم که حداقل همین نوروز به خوشی میگذشت. یک عنعنه تاریخی ماست. دوم، دشمنای مکار افغانستان از چهار طرف به ولایات مختلف پیش آمد میکنن، هر روز سربازای ما رو میکشن و از سوی دیگر ما با طالبان با مخالفین خود مذاکره داریم. اگر در حال حاضر ما خدای ناخواسته درگیری جنگ داخلی میشیم، قوتهای مسلح ما روبرو میشن، آیا این به منافع ملی هست؟ آیا به منافع نظام هست؟ عقلانیت، خرد، منطق ایجاب میکنه که ما در داخل با یک دست، با یک اتحاد، با یک نیرو باشیم تا بتونیم مشتی محکمی باشیم بر مقابل دشمنای مردم افغانستان که بیرون از نظام هستند. ما باید مشتی محکمی باشیم بر اپوزیسیون مسلح، علیه مسلح. باید ما علیه اپوزیسیون غیر مسلح گام بر نداریم که در دراز مدت به نفع ما نباشه. درست است، میشه امروز قمندان صاحب بلخ معرفی شده، شاید اجالتا نمی خاموشه، ولی در دراز مدت میتونه که ای ریگ های کوچک به سنگریزه های بزرگتری تبدیل شه. امیدوار هستم که چنین نشه. آنچنان که آقای سعیدی گفتند، در حالی که دشمن در کمین است، این وضعیت تا چی حد میتونه قابل نگرانی باشه؟ خب یک بازی و یک حرکت بسیار خطرناک در حال شکل گیری سوئیس که برخی از سیاسیون ما قرار است که بر شکل ممکن شبه مشروعیت نظام و مشروعیت حکومت زیر سال برن. فعلا برخا به این باور هستن که از هر ابزاری که نمونیش امروز است استفاده بکنن و چنین اعلامیه هایی که داده میشه از اتمر صاحب شما یاد کردین. در زمانی که اتمر صاحب مشاور شورای امنیت ملی بود، تغییرات بسیار کلان در وزارت دفاع و داخل امنیت ملی به وجود آمد، حتی منجر به کنار زده شدن آقای نبیل شد. به اول لحاظ دو زمان مصلحت بود، دو بحث سیاسی نبود، دو زمان توطئه سیاسی نبود. ولی در چون شرایط مصلحت در نظر گرفته میشه. حالا من میخوام میره بگم، من بسیار با جرأت میخوام میره بگم که وزارت داخله فعلا به طرف غیر سیاسی شدن در حرکت است و غیر سیاسی ترین آدم در رأسش قرار داشت. شما پیام آقای مبارز شنیده؟ آقای مبارز بحثش چی بود؟ از امنیت بلخ، از امنیت مردم بلخ، از آرامش و از اینکه دفاع بکنه از مردم بلخ در مقابل دشمنانش پیام داد. پیام کدام توطئه و دسیسه و پیام وزارت داخله هم پیام داد، به خاطر مردم اطمینان داده میره عملا. به خاطر دید ما است که رقابت های سیاسی خوده بگذاریم در روز کمپاین های انتخاباتی. فعلا شرایط مساعد بسازیم به برگزاری انتخابات و هر کس برنده شد باز همون چه رقمی که تغییرات می‌آوردن، آن رقمی که می‌خواستن، این بحثا رو مطرح بکنن در روزمون خوب است. اما بیشتر سعیدی صاحب هم اشاره کرد، از یک طرف سال نوروز، سال نو پیش روی داریم، علاقمندی مردمی است که به جشن دیرینه و تاریخیشان اشتراک بکنن. از یک طرف دیگه مردم در حراس و در ارعاب انداختیم. فرق بین چنین افراد و فرق بین مخالفین مسلم و در کجاست؟ یک جای خوبیت متفاوت داشته باشیم. خیلی تشکر، دوباره باش ما به اول حاض فکر مایی است که این تغییر و تبدیل بپذیریم، بگذاریم باز گپ ها و مسائل سیاسی خود در روزهای آینده و در روزهای مبارزه. آقای سعیدی گفتن در وضعیت امروز نیروهای امنیتی در تقابل هم بودن و شما گفتین که افراد مسلح غیر مسئول باعث شدن که این وضعیت به میان بیاید. این افراد مسلح غیر مسئول کی ها هستند در بلخ؟ خدمت سعیدی صاحب و شهروندان افغانستان بگوییم که هیچ نیروی در برابر نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان توانایی مقابله را ندارند و نیروهای هم که امروز دست به اختشاش زده بودند با انگیزه های سیاسی متاسفانه تلاش داشتند تا سهم و منفعت ولی نعمت های خودان را با اختشاش که میخواستن برای بندازن تضمین بکنن. خوشبختانه این نیروها به نیروهای پلیس ملی به موقع به ایا پاسخ دادن، ولی کسایی که تلاش داشتن برای مسئله به عنوان یک جنجال سبب ایجاد بحران شوند، تبیست مردم افغانستان اونا را میشناسه، وفاداریشان را میشناسه و یکی از کجا میان اونا را میشناسه. منتها وزارت داخلی افغانستان
و نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان به هیچ نیرویی که امنیت عامه را اخلال بکنه و نظم امنیت عامه را مختل بسازه اجازه نمیده. یک مورد دیگری که میخوایم بهش تاکید بکنیم یک بار دیگه است که بحث سیاسی ساختن این مسئله تنها به نفع کسایی است که فکر میکنن به هر بهانه میتونن حکومت را تضعیف بکنن و فضا را برای خودشان فراهم بسازن، در حالی که اولویت اصلی حکومت افغانستان و وزارت داخلی افغانستان تامین امنیت مردم است، آرامش مردم است و نظم آوردن نظم است. قای سیدی، مخالفان ادعا دارند که حکومت با تعیینات تازه تلاش داره که بر انتخابات آینده بر خود بیشتر جا باز کنه. از سخنهای آقای حنیفی اطمر امروز معلوم میشد که او میگفت که آقای اطمر گویا یک کمپاین انتخاباتی و رئیس جمهور میخواهد به خود جای بیشتری باز کنه. اما برداشت من این است که من الحمدلله افتخار زیر دارم که تا هنوز به هیچ تیمی نیستم، افتخار زیر دارم، عرض میکنم که ادامه کشمکش ها در داخل نظام، ادامه کشمکش ها هرگز به نفع مردم افغانستان که از این حاکمیت دفاع میکنن نیست. به نفع کیست؟ به نفع دشمنان مردم افغانستان. آبرختن به آسیاب دشمنان مردم افغانستان. همین که از دیروز تاله مردم بلخی عزیز ما رنج و درد کشیدن، امکانات خوراکا و آو و نانی نداشتن، همین که صدای فیرا شنیده میشه طفل چیق میزنه، چی افتخاری خواهد بود؟ چی واجد؟ من هدف مزی است که من تغییر و تبدیلی یک امر معمول میدارم در تمام نظام ها ای هست، عیبی نداره، ولی بسیار خوب است که ما حالا باید اکثر مسائل به تفاهم حل کنیم. یعنی اگر قوتی که ما داریم، تکرار میکنم، قوتی که ما داریم، مشت آهنینی که داریم که امروز غیر مستقیم در مزار استعمال شد، این مشت چرا ما به دهن دشمن نمیدیم؟ چرا به دهن تروریسم نمیزنیم؟ چرا به دهن دشفگر نمیزنیم؟ چرا اتحاد و همدلی نمیکنیم؟ من آقای اندروبی وزیر داخله را بسیار میشناسم، پدرش آقای عبدالرسول اندروبی را میشناسم، فرزند صدیق از وطنه، آدم بسیار با عزت و با شرفی است. او هرگز طرفدار تشنج نیست، ولی گاه و بیگاه ما سیاستهای خود باید حوصله کنیم. من چی میگم؟ رئیس جمهور مقامات اولی رتبه باید کوه باشه و کتل داشته باشه، یعنی هر قدر که کوه بزرگ است راه باید از سرش باشه. اگر ما بخوایم، من هدف از مزار نیست کی برد کی باخت، هدف ازی است که ازی موضوع من هیسی کسی که الفاظ سیاست میفهم دشمن استفاده میکنه میگه نه نظام بین خود جنگ داره، مخالفین ما استفاده میکنه که نظام جنگ داره. ما با این وضعیت چطور به طرف انتخابات میریم؟ هنوز که کمپاین شروع نشده، علی یکدیگر شمشیر گرفتیم، راکت گرفتیم، اما انتخابات که شروع شه مردم افغانستان باید انتظار راکت داشته باشند. رئیس جمهوری که به زور توته هر کس از کاندیدا به زور راکت بیاید، از او کل خائنتر و مزدورتر کسی نیه. بله، حالا گفته میشه در شماری از نقاط ولایت بلخ ناامنی های وجود داره، فکر میکنید که تغییرات اخیر میتونه برای این ناامنی ها نقطه پایان بگذاره؟ این تصمیم وزارت داخله، واقعا من در بلخ نیستم، این چی بگم؟ اگر ناامنی بشه وزارت داخله مسئولیت داره در امرش تلاش کنه. اما من یک چیز دیگه که گفتن که مثلا اشاراتی داده شد که گویا ملیشا مربوط به آقای نور بوده، آقای نور حال والی بلخ نیسته، یک آدمی متقاعدی، یک آدمی که کنار رفته، اگر اینقدر توان داشته باشه که دولت به چالش بکشه، خانهش آباد بخی عجیب است. ممنون از شما آقای بلورزاده. در این بس تا چی حد نیروهای امنیتی ضربه خواهند دید؟ یعنی در خط اول جنگ زمان کنون هستن و تنش‌های سیاسی تا چی حد باعث میشه که باعث تضعیف نیروهای امنیتی خواهد شد؟ گلیما عزیز است از بزرگان ما، گلیم از کسانی که امروز به عنوان رهبرای افغانستان خودشان مطرح میکنند، گلامی است. از طرف دشمن مورد تهدید قرار میگیرند، پوسته هایشان تهدید میشه. عملا گفتیم در چند ولسوالی تحرکات دشمن بیشتر شد و یک صف جنگ جدید شروع میکنه. از یک طرف هم این حرکت هایی که نسبت به ساختارهای امنیتی و دفاعی و حرکت های ضد ساختارهای امنیتی و دفاعی صورت میگیره، بدون شک نیرو، مورال و انرژی نیروهای امنیتی را تضعیف میکنند. حالا نیروهای امنیتی باید تعریف بکنن خودشان که دشمن ما کی است. دشمن ما سیاسیون است، دشمن ما حامیان سیاسیون است،
دشمن ما این کسانی که در کمپ‌های انتخاباتی سهم گرفتن و میخوان مبارزه سیاسی بکنن اینا هستن یا تروریست و طالب و داعش و دیگرا اینا مجبور هستن که یک مراتبی دیگر بشینن تا تعریف بکنن مشخص شوه که ما با کی طرف هستیم دشمن کی است افراد مسلح غیر مسئول هم جز از اینا به اون لحاظ من پیشنهاد ما این است که در شرایط فعلی بر هر حالت کس نه یک قمندان امنیت در بلخ خود بزرگان میفهمن که اوقدر نمیتونه در یک کمپ انتخاباتی رای کلان بلخ برش جمع کنه بیاره ممنون. اما اینا میتونیم داشته باشیم که ما باید قدرت دفاع بلند شوه و قدرت حمایت از نیروهای دفاعی ما بلند شوه تا زمینه انتقال قدرت کوتاه اشاره اگر داشته باشیم با این تغییرات چی تغییرات بر وضع امنیتی بلخ خواهد آمد وزارت داخلی افغانستان متعهد است که در هر گام به مطالبات مردم به وضعیت و به اساس لایحه وظایف ما ابزار ارزیابی میکنیم و گام به گام بر اصلاحات و بر تغییرات و بر آوردن افراد شایسته در منصبهای عمده و کلیدی تصمیم میگیریم ایران حق حکومت میدانیم و حق رهبری وزارت داخله میدانیم که بر این تعیینات اقدام بکنه و برای مردم و برای مطالبات مردم رسیدگی بکنه. ممنون آقای سیدی تا چی حد باورمندی بر اثرگذار بودن این اصلاحات وجود داره کوتاه اگر اشاره بشه. وزارت داخله اعلان کرده که جهت بهبودی کار کردیم. بسیار بهتر است که ما انتظار بکشیم. اگر با آمدن آقای عبدالرقیب مبارز امنیت سرتاسری میشه در بلخ از امیل عزیز میگم عمرتون دراز همتتون بلند بود. اگر خرابتر میشه بازو گپی بعدی. خیلی ممنون آقای احمد سیدی آقای مسائل سیاسی آقای بهار میر مشاور وزارت امور داخله آقای اجمل بلوچ‌زاده فعال سیاسی ممنون حضورتان به برنامه و تشکر از شما یک بیننده فراخبر بودید وقت بخیر خدا نگهدار